دلار تقریبا نابود شده و به دلیل تحریم ها این باعث شده که نتونن به اون نتایجی که میخوان برسن. در هر حال از این طرف هم بد نیست بدونیم که دولت کانادا دیروز اعلام کردش که آقای جان برد رد صلاحیت ها رو محکوم کردن و اعلام کردن که در حال به شدت مخالف هستن، که در حال موضعی درستیه، ولی من فکر میکنم که یک پیشنهاد دوستانه دارم به آقای جان برد و همچنین آقای نخست وزیر کانادا آقای هارپر دولت محافظه‌کار، که نشون داده که شما دوست کامیونیتی ایرانی ها نیستید، به دلیل اینکه یکی از این 8 تا نامزدها آقای محمد غرضی احتمال قوی هنوز نمیدونم، ولی در هر حال فکر میکنم مهاجر کانادا هستند، ایمیگرند کانادا هستند، ولی حداقل ایشون چند ماه پیش در کانادا بودند و در حالیش کنیم از کامیونیتی ایرانی خبر نداشتند. دولت آقای هارپر بوده که مقامات اونها بودند که به ایشون ویزا دادند و این در حالی است که امثالی مثل ایشون هم خیلی هستند. اصلا بحث ما این نیست که دادن یا ندادن، یک کشوری کانادا مستقل میتونه بر فرض بده، ولی اینکه ادعا میکنه که دوستی خال خرسه داره و برای ما میگه که برای مردم ایران و کامیونیتی ایرانی دلش میسوزه، همچین چیزی فکر نمیکنم باشه و من پیشنهاد میکنم که آقای هارپر لطف کنن یک کم سرشونو بیشتر کنن تو دفتر خودشون، که جلوی در زیر چششون $90,000 رو رئیس دفترشون چک نکشن، بعدش سندشو پاره نکنند، بدن به سناتور مایک دافی و در هر حال به قول معروف برای سندسازی نکنند، چون فساد همه جای دنیا فساده، فرق نمیکنه کجاست. بنابراین لطف کنید اول از همه شما مردم کانادا رو غریبه ندونینش، بگید واقعا چه اتفاقاتی داره میفته درون حزبتون، چی میشه، چه کارهایی دارید میکنید، و حداقلش اینه که بتونید مثل آقای اوباما بر فرض، چون آقای اوباما میگن در این سالهای اخیر 700 خورده ای مصاحبه داشته، در حالی که آقای هارپر فقط سالانه یک بار مصاحبه داره، اونم با آقای پیتر منزبریج، یه بارم مثل که با گلوبن میل داشتش سال قبل از اینکه سی تی وی مسئول خبرش الان اسمش یادم رفته صحبت بکنن. این از این. و در حال دیروز هم اعلام کردن که آقای جان برد و آقای وزیر مهاجرت آقای جیسون کنی با عده‌ای از شیعیان در اتاوا ملاقات داشتن و نکته‌ای که هستش اینه که هیچ اعلام نشده بود که اینها چه کسانی هستن، آیا از ایرانی‌های شیعیان ایرانی هم در این دیدار که خبرش دیشب منتشر شد هست، چون فقط گفتن که در مورد دستگیری بعضی از شیعیان در بعضی از کشورها، آیا منظور بحرین بوده، اینها چه کسانی بودند، هیچ اطلاعاتی داده نشده. و از اونجایی که حزب محافظه‌کار کانادا به شدت لاپوشانی میکنه و سیاست رو سعی میکنه که به صلاح از مردم کانادا مخفی نگه داره و ساکت نگه دارتش، در هر حال حتما بایستی با دقت بیشتری به اون نگاه بشه. دوستان اگر یه دونه آهنگ کوچکی هم هست در رابطه با دموکراسی از ناصر وحدتی اگر هستش که اونم پخش کنم که خیلی ممنون میشیم. فولکلور ایران ترام بخوندم به درام هم بخورم، بر اساس شعر چند تا از شعرهای گیلکسرای گیلان به ویژه محمد عبیدی میبراما من تصنیف بسختم و بعدا خواهم خوندم. محمد عبیدی این شعر در سال 48، یعنی یک سال قبل از دستگیریش در سال 49 و محکوم شده به 10 سال زندان به سروده بود. من روش آهنگ برم بردون کنم. شو 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 استیب داد آخر گذرنه، خو 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 بیچارن یک روزی پرنه، یه شو بوشم رو خانه، یه شو بوشم رو خانه، ستار
دور مدخانه با تو هیتانمانه جان 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 آرزو کنه دشاو نینه دیل 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 آرزو کنه افتاب بینه ای صبح بزن جوانه ای صبح بزن جوانه هزاران ملت خون تیری شجیر واره تیری شجیر واره شو 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 اسلیم داد آخر گذره خو 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 بیچارن یک روزی پرنه زنده با آقای آیت الله ثانی نوشته که شب گذشته تلفنی به آقای رفسنجانی صحبت کردن و گفتند که عدم انصراف شما به روحانیت آبرو داد. در حال البته آیت الله ثانی الان یکی از مغضوبین نظام هستش و در هر حال حتی میدونید که مجبور شد از قم دو سال پیش به دلیل فشار لباس شخصی ها و چماغدارها به کاشان سفر بکنه و در هر حال آنجا چیز کنه اونجا اقامت بکنه، چون واقعا اینه که نوشته که از اون طرف آقای سید حسن خمینی هم رفته پیش آقای خامنه‌ای و اعتراض مراجع تقلید رو به آقای خامنه‌ای ابلاغ کرده. بر اساس گزارش سایت صحاب نیوز میگه که حسن خمینی رفته پیش در قم شهیده بلافاصله با دفتر رهبری تماس گرفته و از این رخداد ابراز ناراحتی کرده، ولی اسم کسانی دارم که رهبران مراجع تقلید رو که به اصطلاح ناراضی بودند بله اعلام کرده که آقایان صافی، آیت ازام وحید، ثانی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی نسبت نگرانی خود را نسبت به حذف جمهوریت کشور اعلام کردند. چون در حال میگم با توجه به این شرایطی که پیش اومده دیگه همه چیز یک دست شده و میرن که فکر به خیال خودشون میرن که همه مسائل رو حل و فصل کنن، ولی واقعا این قرار بود حل و فصل اینجوری انجام میشد، همون سال اول با حذف آقای بنی‌صدر همه چیز حل میشد و دیگه قرار نبود به این همه جراحی هایی که انجام بدن، چون واقعا مسیر انقلاب، مسیر تکامل مردم، مسیر عدالت اجتماعی راه خودش رو پیش میره و اون چیزی نیستش که اون هم تو ایران کسی بتونه با بگیر و ببند بتونه این کار رو به پیش ببره. از اون طرف سید حسین خمینی نوشته که وقتی با اقبال 90% زائران حرم نسبت به شما مواجه شدم بر خود لرزیدم. خدمت شما عرض کنم که در حال نکته ای که هستش اینه که تمام شواهد بر اون اساس هستش که قراره که انتخاباتی برگزار شه که حتی پی اینو مالیدن که با یک تعداد کم آرا شرکت بکنن و همه چیز رو هم مخالفین رو هم دستگیر بکنن، کمان که تعدادی از ستاد رفسنجانی رو دستگیر کردن تا بتونن به اصطلاح هیچ معترضی نتونه ابراز نظر بکنه. ولی در هر حال من فکر میکنم وظیفه‌ای که خارج از کشور کاناداییه که کاری نیستن، چون نه سفارتی دارن نه کنسولگری دارن که بخوان رأی بدن، در حال بنابراین اصلا توی بازی نیستن. آمریکایی‌ها رو که خب در حال به خاطر اینکه آمریکا قدرت زیادی داره و سعی زیادی هم در نفوذ در منطقه داره و سعی مهمتر اینه که پری روز هم آمریکا یک قطعنامه‌ای رو تصویب کردن کنگره آمریکا که بر اساس اون قراره که صادرات نفت ایران رو به زیر 500 هزار بشکه در روز تقلیل بدن که در واقع یک فشار زیادی است و این 500 هزار بشکه در سال هم من فکر می‌کنم که در حقیقت اگر بشه مثل عراق فقط خرج سپاه و ارتش خواهد شد و مردم زیر فشار شدید خواهند بود. یک خطی داریم. سلام عرض کنم، بفرمه جناب سلطانپور. خسته نباشیم، من سلام هستم. خواهش میکنم. مرسی از برنامه آگاهی دهندهی که داریم. منتها یه مطلبی داشتم در رابطه با سخنرانی این آقای رفسنجانی.
بله. قبل از هر چیز در فرهنگ کانادا همون مطلبی که وادور گوزران کامزران، جناب رفسنجان ایشون در دوران سالهای اول انقلاب یکی از عواملی بودن که باعث حذف بنی سعد شدن. بعد اون برنامه منتظری رو ایشون ریختن و در واقع ریاکشن همون کارهای خودش رو ایشون میگیره. اصلا تعجبی نباید کرد. این یه مسئله. مطلب دومی که از صحبتهایی که ایشون کرده، درسته قبلا همه این صحبت رو میکردن آدمای بیرون از سیستم حکومتی، ولی الان اهمیت صحبتهایشون در این هستش که این صحبتها دقیقا از کسی به اصطلاح گفته شده که توسط ایشون گفته شده که در وسط و داخل نظام هستن، به عنوان رئیس مجمع تشخیص مطلعت هستش و ایشون اومده این مسائل گفته. این اهمیتش رو این مسئله است، ولی اینا در واقع تکرار مکررات بوده و فکر نمی کنید بعد از صحبتهای ایشون احتمال دستگیری ایشون باشه، یا به هر حال ریاکشن خامنه‌ای رو در این رابطه شما فکر میکنید چی باشه؟ من از تلویزیون گوش میکنم. لطف کردید. خدمت شما عرض کنم که من عرض کردم که قبل برنامه من گفتم، چون ایشون یکی از کسانی بودن که طراحای به اصطلاح حذف آقای آیت الله منتظری، آیت الله شریعت مداری، قتل مهدی هاشمی بودن، یکی از کسانی بودن که در سرکوب های سال 60 به شدت تاثیرگذار بودن، نه تنها تاثیرگذار بودن، یکی از عوامل اصلی بودن، یکی از کسانی بودن که در، چون امروز روز آزادی خرمشهر، بنابراین میشد بعد از خرمشهر، آزادی خرمشهر میشد که صلح کرد، کما اینکه هیئت عربستان، هیئت سازمان کنفرانس بین المللی کنفرانس اسلامی اومدش با پیشنهاد پول که ما همه خسارت ها رو میدیم و قرار هم بود جنگ تموم بشه، که آقای رجایی اعلام کرده بود که آقا نیاین، چون به این نتیجه رسیده بودن که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه میتونن نیروهای مخالف رو حذف بکنن. در حال حرف شما دقیقاً درسته، ولی یادمون باشه که مثل کانادا، مثل خیلی جاهای دیگه، سیاست اون چیزی نیستش که ما